به نام خدا وند جان و خرد که از این برترن دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جان خداوند روزی ده و رهنما. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. خانم آقایان، دوستان عزیز، هموطنان ارجمند، درود بر شما. بسیار شادمانم در خدمتون هستم با امروز که جلوی این دوربین ایستادم در خدمت شما. برنامه سیوم هست، 30 برنامه رو پشت سر گذاشتم، تجربه های مختلفی داشتم در این 30 برنامه. خب قبل از اینکه بریم بر سر داستان، بر اساس سنت نیک قدرشناسی، دلم میخواد قدرشناسی بکنم از یاران و همراهان این برنامه. آقای علی لیمونادی، مدیر این استدیو که درش هستیم، استدیو در لس آنجلس، دفترشون هم همین بالاست و مدام میان سر میزنن، چک میکنن و همکاری دارن با ما، همکاری خیلی خوب. و همینطور امیر درخشان عزیز، همکار و یار این برنامه، کارگردان فنی که خودش هم با وجودی که در آمریکا بزرگ شده ولی خیلی عاشق ایران باستانه، عاشق تاریخ ایران، فرهنگ ایران و ادبیات ایران، و اینطور که داره شاهنامه رو دنبال میکنه و گوش میده، فکر میکنم در آینده دیگه خودش یک بار شاهنامه خوان بشه. خب قبل از اینکه بریم بر سر داستان، هفته ای که درش هستیم و در این چند روز در واقع جشن مهرگان بوده، حتما در ایران در این هفته برنامه هایی برگزار شده، به ویژه از طرف دانشجوها، انجمن های فرهنگی. مطلب کوتاهی رو درباره جشن مهرگان، جشن فرخنده مهرگان برای شما میخونم و میریم بر سر داستان. گرم هر کار، مست هر پندار، همراه هر پیام، هر سوگند، در دل هر نگاه، هر آواز، بسراییم مهرگان خوش باد. مهر همزبان عاشقان، گرمی و پاکی و شادی از اوست. مهر پشتیبان دوستی، دشمن رشک و کین و تباهی. مهر داور مردمان در پس از مرگ. مهر آیین پیر مغان. حلقه مهر خورشید، نشان وفای به عهد پیمان. زیب دست همسران مهرگان، روز زایش نخستین زن و مرد آریایی. سال عمرش به گفتار نیاید، زودتر از زمان کیان است. مهرگان جشن بشکوهی از باستان. مهرگان حامی پرچم کاویان. مهرگان نمودار جان جهان. مهرگان بر همگان خوش با. فریدون چو شد بر جهان کامکار، بدو شاد شد گردش روزگار. چو بر تخت شاهی نشست استوار، ندانست جز خیشتن شهریار. تلسمی که ضحاک سازیده بود،
سرش با آسمان برفرازیده بود، فریدون ز بالا فرود آورید که آن جز به نام جهاندار دید. به رسم کیان تاج و تخت مهی بیاراست با کاخ شاهنشهی. به روز خجسته سر مهر ماه به سر برنهاد آن کیانی کلاه. زمانه بیاندوه گشت از بدی، گرفتند هر یک ره ایزدی. دل از داوری ها بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند. نشستند فرزانگان شادکام، گرفتند هر یک ز یاقوت جام. می روشن و چهره شاه نو، جهان گشت روشن سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختند، همه عنبر و زعفران سوختند. پرستیدن مهرگان دین اوست، پرستیدن مهرگان دین اوست. تن آسانی و خوردن آیین اوست. کنون یادگار است از او ماه مهر. بکوش و برنج ایچ من مای چهر. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. جشن مهرگان روز شادی و سرور، خنده می کند زمان. داستان به آنجا رسید که به دلیل بیدادگری و بیکفایتی نوذر مملکت آشوب شد. افراسیاب به ایران حمله کرد و سرانجام به خفت و خاری نوذر شاه ایران رو به قتل رسوند و خاندان پادشاهی رو اسیر کرد.
خبر مرگ دهشتناک نوذر به دو پسرش طوس و گستهم رسید. بکندند موی و شخودند روی، از ایران برآمد یکی هوی هوی. سوی زاولستان نهادند روی، زبان شاه گوی و روان شاه جوی. سوی زال رفتند با سوگ و درد، رخان پر ز خون و سران پر ز گرد. خاک بر سر ریختند، گفتند همی داد خواهیم و زاری کنیم، به خون پدر سوگواری کنیم. نژاد فریدون بدو زنده بود، زمین نعل اسب ورا بنده بود. به زاری و خواری سرش را ز تن، بریدند با نامدار انجمن. همه انجمن زار و گریان شدند، چو بر آتش تیز بریان شدند. چون این گفت دستان که تا رست خیز، نبیند نیام مرا تیغ تیز. زال گفت از این کینه تا رست خیز، شمشیر من غلاف نخواهد شد. تختگاه من از این پس زین اسب من است، چمان چرمه در زیر تخت من است. سناندار نیزه درخت من است، بر این کینه آرامش و خواب نیست. همانند اشکم به جوی آب نیست. وقت انتقام خون نوذر گرفتن است، انتقام خون ایرج همه بزرگان ایران. باری گفتیم که اغریرث برادر خردمند افراسیاب اسیران دربار ایرانی رو به ساری منتقل کرده بود. چو گردان سوی کینه بشتافتند، به ساری سران آگهی یافتند. از ایشان بشد خرد و آرام و خواب، پر از ترس گشتند از افراسیاب. اسیران نگران بودند که افراسیاب به زودی اونها رو خواهد کشت. از آن پس به اغریرث آمد پیام، که ای برمنش مهتر نیک نام. بگیتی ز گفتار تو زنده ایم، همه یک به یک مر تو را بنده ایم. تو دانی که دستان به زاولستان، به جای است با شاه کاولستان. ای اغریرث، میدونی که زال با شاه کابلستان متحده و به زودی بر ضد افراسیاب قیام خواهد کرد، پس ما را از بند رها کن، آزاد کن. چون این گفت اغریرث پرخرد، که از این گونه چاره نه اندر خورد. ز من آشکارا شود دشمنی، بجوشد سر مرد آهرمنی. اگر بی دلیل شما را آزاد کنم، برادر اهریمن صفتم به خشم میاد. یکی چاره سازم دگر گونه زین، که با من نگردد برادر بکین. گریدونک دستان شود تیز چنگ، یکی لشکر آرد بر ما به جنگ. چو آرد به نزدیک ساری رمه، به دیشان سپارم شما را همه. اگر زال با لشکر به اینجا بیاد، من به بهانه حمله زال شما را آزاد می کنم. بزرگان ایران ز گفتار اوی، به روی زمین برنهادند روی، سجده کردند. چو از آفرینش بپرداختند، نوندی ز ساری برون تاختند. پیکی برای زال فرستادند، که اغریرث خردمند جان ما را از چنگ افراسیاب نجات داد. اگر شما، منظور زال و مهراب هست، اگر شما به نبرد بیایید، اغریرث اسیران ایرانی رو واگذار خواهد کرد. زال دستان
وقتی پیام بزرگان رو از ساری شنید، از میان پهلوانان جنگاور طلبید. گفت از میان شما چه کسی مرد میدان افراسیاب است؟ ببرزد بر این کار کشواد دست، منم گفت یازان بدین کار شست. بر او آفرین کرد فرخنده زال، که خرم بوی تا بود ماه و سال. کشواد داوطلب جنگ شد. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. بیا تا همه تن بکشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم. نباشد تن من مباد، بدین بوم بر زنده یک تن مباد. بیا تا همه تن بکشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم. کشواد پهلوان بزرگ ایرانی از زمان منوچهر شاه تا همین زمان هست که داریم داستان رو پیش میبریم، ارتش قدرتمند ایران در روزگار زنده بودن سام نریمان و نوذرشاه، چیدمان نظامیش به این ترتیب بوده که قارن کاوگان، یعنی قارن پسر کاوه آهنگر، در قلب سپاه، سام نریمان در میمنه یعنی در سمت راست سپاه، و کشواد در میسره یعنی در قسمت چپ. از سپاهیگری از سپاه بهره می بردن و قرارگاهشون بوده، این شیوه چیدمان نظامیشون بوده و بنابراین یک ارتش قدرتمندی بوده و همیشه هم پیروز. گودرز پهلوان خردمند ایرانی پسر کشواد، از گودرز هم پسرانی به نامهای روحام، گیو، هجیر، بهرام یل و غیره هست که برخی از این پسرها مثل روحام، گیو و بهرام در جنگهای ایرانیان با تورانیان و خاقان چین شرکت داشتند. در شاهنامه از کشواد به عنوان کشواد زرین کلاه یاد شده. مطلب ناگفته در شاهنامه این هست که تقریبا در همین دوران، یعنی دوران شکست و فرو افتادگی و ضعف ایرانی ها هست و سلطه تورانیان بر ایران هست که داستان آرش کمانگیر اتفاق میفته. آرش کمانگیر در شاهنامه بهش اشاره نشده، ولی در اوستا و منابع پهلوی هست، داستان معروفی است. پیشتر البته در زمان جشن تیرگان من این داستان رو ذکر کردم، در رابطهش صحبت کردم، داستان پرتاب تیر توسط آرش و تعیین مرز ایران و توران. خب برگردیم بر سر داستان. کشواد لشکر بزرگی فراهم کرد، رفت به سمت ساری، اسیران آزاد شدند، کشواد به هر کدوم اسبی داد و برگشتند به زابلستان. زال شادمان از این خبر بین فقرا گنج و دینار تقسیم کرد، پخش کرد.
از اسیران پذیرایی کرد، پذیرایی شاهانه، و به یاد کشته شدن خفت بار شاه ایران بسیار گریه کردند. پس به آزاد شدگان دم و دستگاهی داد چنان که در زمان نوذرشاه داشتند. بشنویم از اغریرث مهربان. چو اغریرث آمد ز آمل به ری، ز کردار او آگهی یافت کی. خبر آزاد شدن اسیران توسط اغریرث به افراسیاب رسید. بدو گفت کین چیست کنگیختی، که باشد هنزل برآمیختی. بفرمودمت کین بدان را بکش، که جای خرد نیست و هنگام هوش. اغریرث گفت برادر شرم کن، از یزدان بترس ستم تا کی. تخت و تاج چون تو بسیار دید، چشم افراسیاب غرقابه خون شد. سپهبد یعنی افراسیاب برآشفت چون پیل مست، به پاسخ به شمشیر یازید دست. میان برادر به دو نیم کرد، چنان بی وفا ناهشیوار مرد. برادر رو کشت. دومین برادر کشی در شاهنامه. اگر خاطرتون باشه اولین گزارش برادر کشی کشته شدن ایرج بود به دست برادرانش سلم و تور. بدین ترتیب عمر یکی از شخصیت‌های محبوب شاهنامه که در اوستا هم نام او آمده، به دلیل فتوت و جوانمردی که به خرج میده و اسیران نامدار ایرانی رو، اسیران ایرانی رو آزاد میکنه و کمک میکنه به اینها که کشته نشند به دست افراسیاب، عمرش رو بر سر این کار میگذاره و عمرش به دست برادر ناجوانمردش به سر میرسه. کشته شدن این مرد خردمند با وجودی که از سرزمین دشمن هست، غم بزرگی است برای زال زر و دیگر ایرانیان. زال تصمیم به انتقام میگیره. این که بی تو یا خراب است ایران زمین، ایدا دیدا 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 دریغا ایران که ویران شود، کنام بدنگان و شیران شود. شبی زال بنشست هنگام خواب، سخن گفت بسیار از افراسیاب. همی گفت هرچند که از پهلوان بود بخت بیدار و روشن روان، بباید یکی شاه خسرو نژاد که دارد گذشته سخنها به یاد. مملکت بی صاحب و سرپرست است، این کشتی نیاز به ناخدا و هدایتگر دارند. پسران نوذر طوس و گستهم که شایسته پادشاهی نیستند، فر ایزدی و فر شاهی ندارند. باید کسی رو پیدا کنیم که فر ایزدی داشته باشد و زیبنده تاج پادشاهی. و این اعتقاد ایرانی ها رو نشون میده که معتقدن شاه باید فر ایزدی و فر شاهی داشته باشه. خب تصمیم گرفتن که جستجو کنند و از نژاد فریدون کسی رو پیدا بکنند و به تخت پادشاهی بنشونند. ندیدند جز
پور تهماس به زو که زور کیان داشت و فرهنگ گو. خبر به زو که سپهدار زال زر و بزرگان و سپاهیان تو را به شاهی برگزیدند و تاج و تخت را سزاوار و شایسته تو دانستند. زو پذیرفت طبق رسم و آیین تاج فریدون بر سرش گذاشتند. خب زو که مردی پیر و سال خورده بوده رو پیدا می کنند و به تخت پادشاهی ایران زمین می نشونند در دورانی که ایران به دلیل نداشتن اتحاد و همبستگی دچار ضعف شدید میشه و به دلیل نداشتن پادشاه قانونی هر قوم و قبیله در این سو و آن سوی کشور ادعای پادشاهی و حاکمیت دارند. جنگ های داخلی بسیاره. بیگانه ها یعنی افراسیاب و سرداران تورانی در بخش هایی از ایران حکومت رو دست گرفتند. همه این مشکلات یک طرف، قحطی و فقر و خشکسالی هم بر همه این بدبختی ها اضافه میشه. قحطی چه زمانیه؟ همین زمان که زو پادشاه شده و به گونه ای ایران در حال تجزیه شدنه. همان بود که تنگی بودن در جهان، شده خشک خاک و گیا را دهان، نیامد همی زاسمان هیچ نم. خب به دلیل بیکفایتی شاه پیشین یعنی نوذر ایران تجزیه شده و این وضعیت احتمالاً تا پایان جنگ بزرگ کیخسرو ادامه داره. در این مدت اطراف و اکناف ایران شاهکان مستبد و خودکامه و نیمه مستقل به حکمرانی ادامه می دادند. شاید زابلی ها یعنی خاندان پهلوانی هم نتونستند در برابر ارتش توران مقاومت کنند و همه اقوام و توایف دوباره یوغ توران رو متحمل شدند. جنبش های اینجا و اونجا کاملا محو و نابود نشده و هر از گاهی جنبشی سر میگیره. خب سال قحطی و خشکسالی بزرگ در دوران پادشاهی زو هست که ویرانی از ایران رو تحویل گرفته. سخن رفتشان یک به یک هم زبان، که از ماست بر ما بد آسمان. ضرب المثل معروفه که از ماست که بر ماست، که از بهر ما زین سرای سپنج، نیاید به جز درد و اندوه و رنج. یاد چند بیتی از قصیده وثوق الدوله میفتم، وزیر نامدار ایران، که سرود چون بد آید هرچه آید بد شود، چون بد آید هرچه آید بد شود، یک بلا ده گردد و ده صد شود، آتش از گرمی فتد مهر از فروغ، فلسفه باطل شود منطق دروغ. گزارش قحطی دوران زو غیر از شاهنامه در متن‌های عبری، متن‌های یهودیان هم ذکر شده. زو 5 سال پادشاهی میکنه و باز بخت از ایرانی ها بر میگرده و زو تهماس عمرش به سر میرسه و باز ایران زمین بی پادشاه قانونی و باز هم تهاجم اقوام بیگانه و باز هم جنگ های داخلی. افراسیاب از مرگ زو با خبر شد. ببینیم گزارش این جنگ ها و داستان دلپذیر رخش رستم، شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. جهان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا بهره ما همه غفلت است.